همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، فرمانده ارشد سپاه پاسداران مدعی ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته شده. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، با بیان این مطلب ادعا کرده که تا ده ها سال بعد هم فناوری مقابله با این موشک وجود نخواهد داشت. خبر ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک دست کم چهارمین ادعای مقامات نظامی جمهوری اسلامی درباره دستاوردهای جدید نظامی همزمان با اعتراضات سراسری در ایران و تشدید تنش حکومت با غرب. در یک هفته گذشته جمهوری اسلامی مدعی پرتاب موشک قائم صد، ساخت موشک صیاد 4 و افزایش برد سامانه دفاع هوایی بابر 373 تا 300 کیلومتر شده. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی، به ما پیوسته. آقای حسنیاری، اگر این موشک هایپرسونیکی که ادعا شده ساخته شده واقعا ساخته شده باشه، چقدر مقابله با اون برای کشورهای منطقه و احیانا اسرائیل دشوار میتونه باشه؟ ببینید، این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی چون این ادعاهایی رو مطرح میکنه. در گذشته هم بارها تسلیحات جدیدی رو اعلام کرده و در نتیجه بایستی با شک و تردید نگاه کرد. در مورد این موشک های هایپرسونیک بایستی گفت که این موشک ها بسیار بسیار پرشتاب هستند. در 5 برابر صوت سرعت دارن و میتونه سرعتشون بیشتر بشه. اون چی که جمهوری اسلامی مدعی است و این آقای حاجی‌زاده مدعی است که کشورهای دیگر ده ها سال دیگر به چنین توانی دست پیدا نخواهند کرد، بایستی گفت که این موشک ها رو روسیه، کره شمالی، آمریکا و کشورهای دیگری بیش از یک سال پیش اینها رو آزمایش کردن و چون این تکنولوژی امروز وجود داره. منتها خب جمهوری اسلامی همیشه نه تنها تأخیر داره، نسبت تأخیر بسیار داره نسبت به کشورهای دیگر، بلکه ادعاهایی هم که داره با واقعیت نمیخونن. همونطوری که باز پیشتر اشاره شد، در موارد بسیار زیادی ادعاهایی کردن که در نهایت معلوم شد که این ادعاها کاملا خالی از حقیقت است. ولی این موشک های هایپرسونیک چقدر به طور کلی مقابله باهاشون توسط سامانه های پدافندی ضد موشکی دشواره به خاطر سرعتی که دارن؟ خب پدافند ضد هوایی که امروز کشورهای مختلف بخصوص کشورهای با تکنولوژی بسیار پیشرفته دارن قادر هستن این موشک ها رو ردیابی بکنن، از بین ببرن. بنابراین چیزی نیست که جمهوری اسلامی بتونه حتی در صورت داشتن این تکنولوژی بتونه بر اون تکیه بکنه و کشور رو از دید جمهوری اسلامی از هر گونه حمله خارجی محفوظ نگه بداره. روسیه ظاهراً حدود یک ماه بعد از اینکه به اوکراین حمله کرد از این موشک‌ها استفاده کرد، ولی خب در اون زمان پدافند ضد هوایی اوکراین در وضعیتی نبودن که بتونه این موشک رو از بین ببره. امروز چون این توانی در اوکراین وجود داره و در نتیجه کار روسیه رو به طور قطع در این زمینه مشکل‌تر خواهد. ممنونم از شما هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی.